سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان و مخاطبان خوب توانا خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در کنار شما هستم با برنامه معرفی کتاب و فیلم خب دوستان اگر که صدای بنده رو دارید یه کامنت بگذارید که من در واقع صحبتها رو شروع کنم امروز خیلی برنامه داریم خیلی کار داریم سه تا کتاب واقعا خوب سه کتابی که خیلی خوب بودن و متاسفانه فرصت نشده بود که یعنی با, با توجه به ترافیک کتابایی که بود معرفی کنم این هفته معرفی میکنم و در خدمتتون هستم مرسی جناب رستم عزیز که از شاعران بزرگ و خوب و عزیز ما هستن و تشریف آوردن و به ما هم اطلاع دادن که صدای من وصله من کامنت ها رو قطع میکنم و در خدمت شما هستم خب این هفته در واقع با معرفی سه کتاب در خدمت شما هستم سه تا کتابی که دوتاش نشر آثار برتر منتشر کرده و یکیشون نشر آنیما این آثار حالا با جزئیاتم هم صحبت خواهیم کرد خوشبختانه مجوزهای های خوبی گرفتن یعنی حالا من نمیدونم چقدر سانسور شدن اما کتاب میگم به نسبت اون چیزی که حالا در کتاب های دیگه میبینیم در قدیم در کتاب خودمون تجربه کردیم مجوز خوبی گرفته خیلی از مثلا مسائل اروتیک فلسفی که راجع به خداه مسائل سیاسی تونستن رد بشن حالا خوشبختانه از خط قرمزها به خاطر همین من احساس میکنم این جور کتاب ها کتاب های خوبیه که با وجود مجوز دارن میشه معرفیشون کرد و اون چیزی که تو بازار هست خیلی چیزه میگم شیر بیال و دوموش کمی نیست اولین کتابی که میخوام معرفی کنم کتابی هست از مشتبا تیمورنیای عزیز مشتبا تیمورنیا رو من از زمانی که هنوز از ایران خارج نشده بودم میشناسم از بچه خوب کرچ هست شاعر و تران سراه هست مشتبا متولد 1369 متولد تهران ولی بزرگ شده کرچ مثل خیلی از بچه های در واقع کرج مثل خودم که با توجه به هزینه های بالاتری که در تهران هست آلودگی ترافیک ترجیم ترجیح میدن توی کرج خونه بگیرن و زندگی کنن این اولین کتاب مشتبه که چاپ شده مشتبه غیر از شعر و ادبیات و ترانه به تئاتر هم میپردازه توی تئاتر هم تونسته مقام هایی رو کسب کنه که حالا من اینجا بهش نمیپردازم این مجموعه میگن خدا هم عاشق چشاته که از اسمش مشخصه که مجوز خوبی گرفته چون زمان ما اصلا خدا و اینا اصلا اجازه در واقع صحبت کردن در برش نداشتی خدا در تخصص یه ده خاصه میدونید که ایران حالا چه دی مثل ما باشن که میخوان نقد کنن چه تا یه دی میخوان تعریف کنن ولی اونجوری تعریف نکنن که دوستان خوششون میاد مجوز نمیگیره این مجموعه ترانه است 71 صفحه است سال 1397 چاپ شده مجموعه ترانه البته که میگم چون خود مشتبا در ابتدای مجموعه به نام مجموعه ترانه عرضه کرده هرچند من اعتقاد دارم بعضی از کارهایی که در این مجموعه هستند بیشتر شعر محاورن و به سمت کشف ها اتفاق ها تکنیک های شعری بیشتر تمایل دارد تا ویژگی های موسیقی ویژگی های, وی های اجرایی هرچند بعضی از کارها هم هستن که به نظر من بیشتر به سمت ترانگی میرن این مسئله که گفتم مجوز خوب گرفته و حتما کتاب رو میتونید تهیه کنید چون واقعا بعضی از کتاب ها میگم اصلا آدم میخونه واقعا ناراحت میشه مثلا ببینید این سطر را، مثلا جوری که شیطون هم حسودی کرده حتی به ربط حتی به ربط با زنت هم گیر میدن خب مثلا حالا درست مسئله اجتماعیه ولی میگم مجوز خوبی گرفته کتاب قالب های مختلفی داره تو قالب های مختلفی تجربه کرده مشتبه اما قالب مسمت کارهایی که در قالب مسمت کرده که خوشبختانه قالبیه که ظرفیت زیادی داره و الان خیلی از دوستان جوونمون استفاده میکنن این در واقع شعرها قوی تر از بقیه ترانه ها مثلا ترانه که در قالب چهار پارن به اون زیبایی نیستن و شاید مشتبه در واقع موسیقی خیلی نقش مهمی در تفکرش داره وقتی میره سراغ مسمت و هر مصرع خودش رو موظف به رعایت قافیه میدونه و موسیقی کار بالاتر میره به جای که کارش افت کنه به خاطر فشار قافیه اتفاقا کارش اوج میگیره خب من البته یه صحبت کردم راجع به که بعضی از کاراش به نظر من حداقل توی موسیقی هایی که مرسومه حالا بعضی از در واقع فضای موسیقی مثلا میشه گنجور مثلا کارهایی که یا آقای حجازی مثلا انجام میده مثلا چند نفر دیگه انجام میده میشه گنجون ولی فرض کنم من براتون میخونم اون سطر رو ببینید مثلا میخوام بگم کار به سمت تصاویر و روایی شدن میره ورق به هم نخورده که تو داری رو آسمان دلوی دل میکشی وقتی به حرفم رسیدی جر نزن میاد یه روزی که تو هم کت بشی خب؟ این حالا من خیلی تصور کردم ملودی که میخواد سوار بشه نوع اجراش یه کار فانتزی باید باشه که حالا نمیگم هر کاری قابل خوندنه من یعنی در واقع کاری شیدم کار رپ بود کار هیپ هاپ بود که گرفته بودن یه تیکه از ویکیپدیا رو به صورت هیپ هاپ خونده بودن میشه هر کاری رو میشه اجرا کرد یعنی بسیاری از من دیدم حتی بسیار دوستان رفته بودن سراغ کار آقای مهداد فلا شاعری که سپید مینویسه چرا آزاد مینویسه و اونها رو به صورت موزیک اجرا کرده بودن میشه اما خب میگم اینکه حالا کار بخواد پیشنهاد بشه به موسیقی مقدار متفاوته حالا البته تو این مثالی که زدم یکی هم من حالا خودش حالا توضیح بده یه موقعی که با هم یه صحبت کردیم اما یه نکته ای داره که این بازی حکمه دوتا دو تا شعر داره به اسم حکم یک و حکم دو بعد بازی تو بازی حکم میگه رو آس ما دلوی دل میکشی بعد مثلا بعد میگه چی؟ میگه ورق به هم نخورده که تو داری ببین اولا معمولا اه، مثلا اه، یعنی منظورش اینه که مثلا ورقا به هم نخورده یعنی برگه همه پیش همن بعد اینکه روی آس دلوی دل کشیدن ارتباطش به اینکه ورقا بر نخورده حالا به قول معروف به هم نخورد چون ما اگر منظورش اینه که دست به هم نخورده که اینجا معنی نمیده چون گفتم ورق به هم نخورده اگر منظورش مثلا ورقا به هم نخورده بر نخورده مثلا همه کنار همه بعد این تصویری که مثلا یه نفر روی آس با دو دل ببره یکم دور از ذهنه خیلی حداقل یه مقدار ضعف تعلیف و پرداخت میگم نامناسب داره بعضی جاها هم روونی کلام به هم میریزه مثال میزنم تفنگ آبی و دزد و پلیس و بازی تیله خب معمولا میگیم تیله بازی دیگه حالا شاید میگم توی یه فرهنگی میگه بازی تیله ولی معمولا میگن تیله بازی یا مثلا یه بی سیم خرابی خب میخوام بگم مثلا یه بی سیم خرابی هش دیگه یه یک خرابی اون یه هم به معنی یکه حالا هم مثلا بگیم یک مردی اینجا دیگه ما هشت مرتکب شدیم البته که یه سری از در واقع افرادی که صرف و نحو میدونن میگن ما در واقع میتونیم بگیم یک مردی که اون یک شمارش باشه اون یای نکره باشه و یه بحثایی دارن اما حالا من به شما توصیه میکنم میگم سری که درد نمیکنه رو دستمال نبندید شما در واقع بیخیال شید کلا و یا یک به کار ببرید یا یه نکره بکار ببرید بعضی از جاها هم کار یک دفعه از اون کشف و اتفاقهایی که در بند وجود داره در عرض کار وجود داره خالی میشه کار به صورت یه روایت داستانی در میاد و در واقع از سمت شعر به سمت نظم میره مثلا میگه یادم زمستونا همیشه تو لباسای بیشتری تنت میشد لباسای گرم و دستکش و کلا جانشین تاپ و دامنت میشد خب این اتفاق تو زمستون برای همه رخ میده و همه خب سردشون میشه لباس های گرمتری میپوشن از این چه کار کردی کشیدی مشتبا اون کار کرد شاید تو ذهنت بوده ها اما توی شعر اجرا نشده یا مثلا مثال میزنم از اصطلاح که کار کرد نگرفتی میگه دیدم به ریش من داری میخندی و میری دید یا مثلا با ملودی بخوام بخونم دیدم به ریش من داری میخندی و میری خب بعد موضوع اینه که از این بریش خندیدن چه اصطلاحی چه کار وردی گرفتی چه کار کردی گرفتی یعنی مثلا مثال میزنم شما ببخشید من آفتابم تو چشمه اینجا هنوز آفتابه دیگه میدونید که نروژ تا ساعت دوازده شب یک شب آفتابه اینجا الان که ماه رمزونه کلا دو ساعت غذا میتونن بخورن در روز بقیهش کلا تشنه و گرسنن مسلموناش بعد نکته اینه که میگه از این به من من خندیدن چه کار کردی گرفتی مثلا چرا نگفتی مسخره کردن چرا شما الگوی خوب به نظر من ایرج میرزا مثلا شما میبینی اگر میاد میگه آب از سر گذشت بعد میاد با سر و آب و اینا هم بازی میکنه میاد میگه مثلا نمیدونم مثلا نمیدونم مویز و فلان از اون مویزه هم کارکرد میگیره یعنی یک استفاده ای می میگیره حالا من چون متاسفانه اونجا حالا میگم صفحه توانا صفحه خودم نیست که هر شعری رو بخونم و یعنی چند شعر ایرج میرزا رو میخوندم براتون که در واقع ایرج میرزا میاد هر اصطلاح واقعا خدای به کارگیری اصطلاحات اصطلاح رو که به کار میبره شما میبینید هر معنی اگر اون اصطلاح رو اگر به جاش به کار ببری فرم شعر به هم میریزه چون از خود در واقع لایه سطحی اصطلاح هم کارکرد گرفته یه سری مسائل دیگه هم هست مثلا ایرادات تایپیه که آقا البته مشخصا در کار مشتبه تایپیه چون خیلی جا رعایت کرده ولی یه توصیه میکنم به دوستان عزیز تران سرا دوستان ما دو نوع واف داریم حالا انواع واف داریم ما حالا دو خیلی مهمه یه نوع اینه که مثلا میگیم آقا کتاب و بردار زمستونو نوشته یعنی زمستان را نوشته یه واوی هست که به معنی رو به کار میره که در واقع به معنی رای مفعولیه خب این واو رو به کلمه میچسبونی مثلا میگیم دست تو بیار جلو می نویسیم دست تو بیار جلو یه واوی داریم که واو عطفه یعنی مثلا میگیم حسن و احمد رفتن سر کوچه می نویسیم حسن اسپیس و اسپیس احمد متاسفانه در میگم کار مشتبا ایراد تایپی تازه ایرادات تایپی اگر ایراده میگم املایی بود مقصرش ناشره چون ناشر باید ویراستار داشته باشه وظیفه هر ناشره که این ایرادات رو برطرف کنه وظیفه ویراستار فقط و فقط این نیست که نیم فاصله ها رو درست کنه و مثلا شعرها رو مثلا نمیدونم به ترتیب عمودی کنه و اینا ویراستار باید به شعر چیزی اضافه کنه شما من یک بار هم در جلسات گفتم تی اس الیوت شما مثلا کتاب سرزمین هرزش رو بخونید این کتاب با کتابی که تی اس الیوت به ناشر داده کاملا متفاوته چون یک شاعر بزرگتر یک شاعر قدرتمندتر که ویراستار ناشر بوده به نام ازراپانت اومده این کتاب رو ویرایش کرده و بسیاری سطرها رو حذف کرده تغییر داده کار کرده و از دلش کتاب بهتر بیرون کشیده یا مثلا ریموند کارور کسی بوده که اومده چیکار کرده کتاب شده داده به ناشر ویراستار در واقع اون ناشر اومده از دل اون کتاب ریموند کارور کتاب بهتری بیرون کشیده ولی متاسفانه ویراستارای ایرانی خیلی هم عزیزن ها تقصیر ناشرا هست که واقعا اونها رو در جای درست خودشون نمیگذارن فقط کارشون شده نیم فاصله ها رو مثلا بزنن بچسبونن کلمات رو و بچ... عمودی شرار رو بچینه تو صفحه این خب درست نیست نه از اون ویراستار استفاده درستی میشه هم شاعر شرش لطمه میبینه حالا میگم اصلا این بحث درباره در کتاب مشتبای عزیز نبود و بحانه ای شد برای گفتن این حرفا یا مثلا زل آفتاب که دیگه این تقصیر ویراستار کتابه که زل با زه دالزال نوشته شده زل با زه تازه دیگه مثلا با زه دالزال نیست معنیش هم مشخصه ولی نکته که هست میگم اینها به شاعر ربطی نداره من همیشه گفتم شاعر وظیفش هست که خودش چک کنه ها ولی یک مقصر بزرگتر اینجا وجود داره بعضی از قوافی کتاب هم یعنی یکی دو مورد خیلی کوچیک بود که ایرادایی داره مثال میزنم منفی و مخفی البته خیلی از دوستان ممکنه بگن از آخرین مصوت به بعد اون حرف میانه میتونه تغییر بکنه مولانا کرده حالا دوستان ملاکتون مولانا نباشه این همه شاعر بزرگ هست این همه مثلا در واقع کتاب عروض و قافیه هست در چه قدمایی حالا استثناءات رو شما نگیرید موردتون شما سعی کنید درستش انجام بدید حالا اگه یک جایی شدید مولانا استثنایی رو هم انجام دادید کسی بر شما خورده نمیگیره اما در کل اگه بخوام راجع به این مجموعه صحبت کنم ببینید من مجموعه ترانه خیلی به دستم میرسه مخصوصا ترانه یعنی این مدتی که توی توانا دارم کتاب معرفی میکنم فیلم معرفی میکنم آثار زیادی به دست من رسیده ولی بی مجموعه مشتبه تیمونی های عزیز جزو کارهای خوب و برجسته ایه که من دیدم خریدن و خوندنش رو برای دوستانی که شعر محاوره و ترانه رو دنبال میکنن توصیه میکنم شاید اگه کسی شاعر باشه خیلی مجموعه رو دوست نداشته باشه چون میگم بعضی از کارهای کتاب مشخصا سادگی دارن که با وقتی با موزیک همراه بشن اون وقتی که زیبا میشن و بعضی هاشون هم نه پهلو به پهلوی شعر میزنن و بدون نیاز به موسیقی بدون نیاز به اجرا کار کاملی هستن خب ممنونم از شما کتاب دوم رو میریم سراغش کتابی هست به نام پارانویا نوشته جواد کازمینی عزیز این کتاب تقریبا دو برابر کتاب قبلیه که نام بردم 138 صفحه است مجموعه شعر هست مجموع این مجموعه خوشبختانه خیلی خوب مجوز گرفته خ... یعنی اصلا عجیب و غریبه مجوز این مجموعه من واقعا میخوندم حالا کیف میکردم حالا شدم میگم مش... خود جواد عزیز برای من مجموعه کامل ساسون نشده رو فرستاده ولی واقعا میگم خیلی خوشحال بودم که این مسئولان سلاخ وزارت ارشاد میگم دستشون در رفته میگم شاید هم در نرفته شدم میگم من مجموعه سانسور نشده رو خوندم ولی مثلا شما ببینید ش... یک شعری داره شعر 17 یک شعری که فضای اروتیک به صورت کاملا جدونامیزی درش تجربه شده و تونسته از صد ارشاد رد بشه یا هایی مثل به تخم شببوها یا توی آغوش ها اینها خیلی خوبه امیدوارم امیدوارم جوونای ما امیدوارم من توسعه خود سانسوری نکنن. بذارید اگر هم میخوان کتابتون رو رد کنن کتابتون رو رد کنن ولی به خود سانسوری تن ندید خودتون کتابتون رو قبل از اینکه بفرستید واسه ارشاد تیکه پاره نکنید و برید و انقدر باید مجبور بشن کتاب مجوز ندن انقدر شعر سانسور کنن و انقدر بازتاب پیدا کنه در شبکه های اجتماعی که روزی دیگه نتونن یعنی وقتی که هر روز سرصدایی بشه خبری بشه برای یه کتابی که سانسور شده مجوز نگرفته نه خود شاعر در واقع انجام داده بعد از یه مدتی مجبورن اون یه ذره حالا اونا که هیچ وقت اصلا نمیتونن شعر و ادبیات رو بفهمن یه ذره این دایره تنگ رو بازتر کنن البته بگم که متاسفانه متاسفانه خیلی از دوستای جوون خودمون خوب خودمون که خیلی ها خودمون بودن خیلی هم دوره های خودمون بودن در وزارت ارشاد مشغول سانسور کتاب ها هستن و اتفاقا چون دوزی که با چراغ اومده کاملا گزیده تر هم کالاها ها رو میبرن یعنی من یادمه زمانی که مثلا یک کالا آخوندی مثلا شعرهای ما رو مجوز میداد چیزی اگه جایی مثلا کلمه بوسه و لب و اینا بود حذف میکرد جای کلمه خدا بود حذف میکرد ولی اگر جایی با تکنیک شاعرانه در پرده گفته بودی نمیفهمی درک نمیکرد یا اگر جای بازی زبانی کرده بودی متوجه نمیشد اما دوستای ما چون خودشون همه میگن با ما بزرگ شدن و خیلی هاشون اومدن تو کلاس ما حتی رفتن میدونن که دقیقا تو چه کار کردی و خیلی جالبه من هیچوقت یادم نمیره خانم اقتصادی یک جایی مثلا مصرع رو نذاشته بود خب در واقع حذف کرده بود برای اینکه میدونست که اینا سانسور میکنن که دو دختر لز رو و خب اون در واقع ممیز کتاب چون اون مصرع رو حفظ بود چون این شعر معروف ایشون بود اومده بود کل اون بیت تو خط زده بود باز یعنی یعنی میام خودش میدونست که وجود که چی خواهد بود اون مثلا سطر خالی بگذاریم خب من در درباره جواد کاظمینی بگم جواد کاظمینی بی تا شاعر بسیار پیش رو شاعری که من کتابش رو خوندم یکی از مجموعه های خوب نسل جوون بود متول... اونم متولد 1369 متولد شهرزای اسفهان و یک کتاب قبل از این کتاب چاپ کرده متاسفانه من سعادت نداشتم بخونم یا اینکه خوندم الان به خاطر ندارم به نام 20 دقیقه به 8 فضاهای کاریش به فضای غزل پست مدرن نزدیکه حالا نمیدونم خودش چه اسمی روی این اشعار میذاره من با این اسما کاری ندارم یعنی اینو دیگه باید منتقدا حالا نظر بدن من فقط اینجا کار معرفی انجام میدم اما کاری که در کتاب کرده روایت غیر خطی فضای تازه زبان تازه چند صدایی در شعر شکستن قالب ها که البته من در جاهایی با شکستن قالب مخالفم چون احساس میکنم که این شکستن قالب ها شیوه جواد کازمینی عزیز شده نه اینکه وقتی قالب میشکنه قالب در قالب میاد یک کار فرمی کرده باشه یک محتوا یک اندیشه یک تعاملی بین فرم و محتوا در شکستن قالب باشه یعنی مثلا مصره های تکی که آخر شعر میفته انقدر زیاده که اگر هم بگیم تعمدیه بعد بگیم چرا انقدر این تعمد رو تکرار کرده جواد کازمینی ولی غیر از اینها بازی های زبانی که مختص خودشه تصویرها کشفها و اتفاقای بک البته که در کنار اینها میشه به یه مشکل اشاره کرد یه مقدار شاید به خاطر اون اسیانگری که شعر جواد کازمینی داره ما با پرش تصویری و پراکندگی تصویری روبرو هستیم یعنی بعضی از جاها این تصاویر در, در واقع به اون شکل ماتریکسی خودشون رو که در حالا با بحث شعر صحبت میکنی در باری ساختار شعر صحبت میکنید از دست میدن تصاویر خب من میفهمم که یک شعری ممکنه شعری باشه که کاملا پراکندگویی داشته باشه با ازدهام تصاویر روبرو رو باشه که حالا بخواد یه محتوای خاصی رو منتقل کنه اما چون این قضیه در چندین شعر جواد اتفاق افتاده من در واقع بهش پیشنهاد میکنم که به مسئله ساختار و فرم و تصاویر مرکزی و در واقع تصاویری که حالا قرار اون تصاویر مرکزی رو کامل کنن یعنی ما در شعر چند در واقع نکته مرکزی حالا بعضی محتوا بعضی ها تصویر هرکسی هر کسی یک چیزی رو میگیره در نظر میگیریم و اون در واقع تصاویر ارتباطات بقیه تصاویر شعر رو برقرار میکنن جواد عزیز بعضی موقع این تصاویر مثل من یاد شعر سهراب میداخت سهراب میبینید مثلا همین جور ما با ازدهام تصاویر و فرم خطی روبرو هستیم حالا اینجا فرم خطی نداریم اما اون ازدهام تصویری که در شعر سهراب خیلی از منتقدین ایراد میگیرن ازش در اینجا هم دیده میشه یکی از نکته های مثبت در واقع جواد عزیز این بوده که تأثیری که یعنی هر سه نفری که امروز میخوام مثال بزنم سه تا کتابی که معرفی کنم تأث... اه... یه نکته مثبت خیلی مهم دارن تأثیری که از شاعران حالا در واقع دور... اه... هم دورشون و قبل از خودشون گرفتن کم بوده یعنی مثلا من خیلی از کتاب ها رو که میخونم اه... در واقع حالا شعرهای دوستامو که حفظ نیستم ولی رد پای خیلی از شعرهای خودم ش... خیلی میگم خیلی از بچه شاعر ده هفتادی رو حس میکنم یعنی وقتی میخونم میگم این مصرع با مح... با محور جانشینی مثلا از مصرع فلان ساخته شده این مصرع لحاظ محتوایی خیلی شباهت داره به فلان مصره نمیگم تقلید نمیگم دزدی بالاخره وقتی اون شعر رو شما میخونی اون میره تو زمین ناخداگاه و اثرش رو موقع در واقع سرایش شعر که در میاد تصاویر از زمین ناخداگاه به خداگاه میاد میذاره من میگم جواد کاظمی هر چند مثلا من حالا بخوام شعر خودم مثال بزنم اگه مثال نزنم یه مصرعی بوده که شباهت های ناچیزی داره ولی در حد همین شباهت ناچیز مثلا مصرع داره کابوس دیده هم و سرم درد میکنم یا مثلا من مثلا دارم هی فکر میکنم و سرم درد میکنم دقیقا مثلا اون شکل وسرم درد میکنند اون وی که تازه وسط مصر میاد قبلش نقطه چی میخوره مثلا میخوام بگم اینا هم شاید اصلا اتفاقی باشه شاید اصلا میگم حتی در واقع اون توارده هم نباشه یا مثال بزنم مثلا من چطور از خودم فرار کنم یا خواستم از خودم فرار کنم شعر سفرنامه ای من حالا غیر از شعر من مثلا فکر کنم مثلا سه چهار تا مصره هم داشت که میتونستی ما رو یاد مصره های کسی دیگه بندازه اما تأکید کنم هیچ کدوم از این مصره ها نه تزمین بود نه نمیدونم خدای نکرده سرقت بود نه نمیدونم تقلید بود نه به نظر تواردیه که خب هر شاعری با شاعرهای نسل قبل خودش داره طبیعی هم هست و اصلا مگه میشه آدم مثلا شعر دورانی رو بخونه و هیچ اثری در زمین ناخودآگاهش نگذاره حداقل از لحاظ محور جانشینی مهم اینه که کلیت این اشعار اوریجینال و مختص خود جواد کازمینیه اما یه نکته که میخوام به عنوان ایراد محسوب کنم تو جلسات در مورد کتاب چندین نفر گفتم در مورد حالا کتاب های بعدی هم همینجوری خواهم گفت کار کرد نگرفتن از اسامی خاص در طول شعره ببینید مثلا میاد اسمایی میاره مثل هگل سن مارکو دولچه گابانا و این اسامی خاص رو میاره در شعر توی عرض شعر توی در واقع اون مصرع یا اون بیت جواب میده اون کلمه جواب میده اما در طول شهر اون اسم هیچ کار کردی ازش گرفته نمیشه و اون کلمه اون اسم خاص که از شعر بیرون میزنه در شعر تک میفته متاسفانه این نه ویژگی شعر جواد کازمینی که اشتباهی بوده که خود من و خیلی در دهه هفتادم کردیم یعنی به راحتی میشه به خاطر همین اسم مثلا یه فیلسوف اگزیستانسیالیست رو با یه فیلسوف اگزیستانسیالیست دیگه در شعر مثلا جابجا جا کرد میشه یه نویسنده مشهور آمریکایی و با یه نویسنده مشهور آمریکایی دیگه جابجا جا کرد چون مثل تارهای انکبود کلمات شعر سطرهای شعر به هم آمیخته نشدن یه مقدار ایرادات تایپی هم داره کتاب که حالا 100 صد درصد امیدوارم توی چاپ های بعدی برطرف کنه من حالا یک چیز که بحث دارم در مورد کلمه نوشتن در واقع تنوین ها با نونه من بارها گفتم دوستان اولا شکل نوشتن نون چه به شکل نون چه به شکل تنوین جفتش 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 عربی هستش یعنی وقتی شما شکل تنوین رو به شکل نون در میارید از عربی بودن کلمه کم نمی کنه. خب این یه مخش ماجراست اما اگر اعتقاد دارید که ما میخوایم تمام اشکال نوشتن یک کلمه رو به یه شکل در بیاریم خب و تنوین رو با نون می نویسید باید در تمام کلمه این لحاظ بشه نمیشه احتراما رو هشو با هشو با هش و با هی جیمی بنویسی با هدوچش ننویسی در واقع به شکل متحد در نیاری ولی مثلا منش رو تنوینش رو با نون بنویسی یا مثلا تشدید که در واقع یک علامت عربی هست رو رعایت کنی در شعرت تنوین رو مثلا رعایت نکنی من میگم اشکالی نداره من میگم اتفاقا تجدید و تجدد در زبان اصلا اشکالی نداره زبان باید به روز بشه اما اگر در واقع ایده ای داریم درباره تغییر زبان این ایده باید یه ایده ثابت باشه یه ایده تفکر یه ایده که پشتش زبان شناسی باشه پشتش تفکر باشه و در تمام متن رعایت بشه نه اینکه فقط مثلا بگیم آقا من از کلمات مثلا نمیدونم انگلیسی نمیخوام به کار ببرم ولی فقط یه کلمه انگلیسی رو به کار نبریم نه باید کلا مثلا حذف کنیم مثال میزنم باید میگم قضیه رو تئوریزه کرد اینکه هر کسی اگر بخواد بگه که مثلا من با توجه به تمایلم با تنوید نمی نویسم با نون می نویسم نمیدونم با تمایلم تشرید نمیذارم برعکسم برعکسش هم حتی مثلا به خاطر تمایلم مثلا کلمات رو به هم می چسبونم یا هر چیز دیگه این باعث یک تشتت میشه باعث میشه که وظیفه تفهیم و تفاهم در زبان بین بره بشینید زبانشناسی بخونید کار کنید دلایل پیدا کنید ریشه یابی کنید بنویسید عرضه کنید مطمئنا همه گیرتر خواهد شد و یک دسته ایراد وزنی چیزی بود که در این مجموعه اصلا برای من غیرقابل انتظار بود حالا البته که ممکنه ایرادات وزنی زائده ایرادات تایپی باشن من همیشه گفتم خود من مهدی موسوی که انقدر ادعا داره ما ادعا دارم در زمینه شعر فقط فقط و فقط در زمینه ادبیات من که انقدر ادعا دارم آقا کلمه ای بوده که در کتابم اشتباه تایپ شده و ایراد وزنی پیدا کرده شعر من در کتاب حالا دوستانی که شعر من رو قبلش مثلا توی کانال تلگرامم اینا خونده بودن درستش رو میدونستن توی اینستاگرام خونده بوده ولی اون چیزی که چاپ شده ایراد تایپیه و در واقع از وزن خارجه حالا من خاطر خیلی وقتا نمیگم ایراد وزنی ولی حداقل میشه گفت در کتاب مثلا به چشم میخوره این نکته ای. مثلا یه مشروب و ریتالین آب و دانت باشد ریتالین لین خب در واقع مس... هجای کشیده نیست هجه بلنده به خاطر که انتهاش به نون ختم میشه اینجا بین ریتالین و آبودانی هجای کوتاه کمه یا میگه از لکه های ننگ میشوی روپوشت را روپوش کلمه فارسیه نمیشه ما رو رو سری بخونیم و در واقع از قاعده تقلیل استفاده کنیم به غیر از شعر محاوره نمیشه استفاده کرد و مثلا همون کاری رو کرد که مثلا ما در مورد دیازپام انجام میدیم یز رو سریع میخونیم یا تلویزیون میخونیم به جای تلویزیون نمیشه چون اون قاعده برای کلمات غیر فارسیه که ما آیدا رو آی رو بلند میخونیم نمیخونیم آیدا خب البته آیدا هم میشه خوندا جفت خانشار میشه به کار برد ولی این کلمه در واقع روپوش کلمه فارسی اصیله من همین اشتباه در مورد یه کلمه دیگه هم دیدم خیلی دوستان میکنن دوربین از مثلا دوربینه مثلا فلانو اون دوربین هم کلمه فارسیه کلمه فارسی شامل تقلیل نمیشه یا ما... یه چیز دیگه داره میگه سه برگ دیگر داد ساقهای پای کسی خب مثلا میشه سه, برگ دیگر دا ساخای پای کسی یا سه برگ دیگر دا ساخای پای کسی اون دال اون وسط از تختی ساقته ایراده قافیه ای که حالا البته میگم یه مقدار شای... میگم حالا شایگانه. شایگانه میگم حالا مخفی هم هست خیلی رو نیست اما اگر بخوایم به به خشخاش بگذاریم حالا میشه مثال زد مثل دراورم و بیاورم مثل کشرا و هوا را که اینها در واقع ترکیب هایی هستند که در اصل واژه به یک معنیان و نمیتونن با هم قافیه بشن کتاب جواد کاظمینی رو توصیه میکنم من حداقل به عنوان آدمی که یک در واقع جوونیه که نسل بعد از ماست از کتابش لذت وافر بردم بی‌تعارف دو بار خوندمش با دقت یه سه جاهاش رو برای خودم یادداشت برداری کردم یه جاهاش هم ممکن نقدهایی داشته باشم یه سه نقدار گفتم یه سه نقدار نگفتم ولی این کتابیه که میتونید بخونید لذت ببرید و خوشحال باشید کتابیه که ارزش اون پولی که صرفش کردید رو داشته اما آخرین کتابی که میخوام امشب نام ببرم بعد از کتاب جواد کازمینی عزیز و مشتبات ایمونی عزیز دوتا کتاب خوب امشب یه کتاب خیلی خوب دیگه است کتاب رقصیدن با چند جزامی چاق اثری از, از آرش سیفی آرش سیفی این کتاب در سال 1398 چاپ کرده با نشر آثار برتر قیمتش یکم بالاست 21 هزار تومن البته الان من نمیدونم 21 هزار تومن چقدر در ایران چون ماشالله در این 3-4 سال که ما رفتیم میگم دولت فخیمه آی روحانی تیشه بر ریشه اقتصاد مملکت زده و ارزش پول اصلا میگم چند صد برابر کم شده و متاسفانه در واقع من نمیدونم 21 هزار تومن چقدر گرونه ولی به نسبت فکر میکنم حالا قیمت خیلی بالایی اما کتاب 190 صفحه است در نظر بگیرید دو برابر تقریبا حجم کتاب هایی که شما 10 تومن 9 هزار تومن مثلا میخرید و پس ارزش رو داره این کتاب رو داشته باشید و علاوه بر این مسئله حالا پول مسئله اینه که این کتاب کتاب خوبیه شعر خوبیه و در واقع به نظر من یکی از مجموعه خوبیه که در این روزها منتشر شده کتاب سال 1998 چاپ شده یعنی از چاپ هنوز چند ماهی بیشتر نمیگذره آرش سیفی عین بقیه دوستامون از شاعران نسل جوون هست 1368 قبلا یک مجموعه چاپ کرده بود به نام هوای بیسورنگ الان ساکن انگلیس هست یه موزیک هم از یکی از اشعارش منتشر شده با صدای حنیف خراسانی عزیز قبلا این مجموع هم خوشبختانه مجوز خوبی گرفته با وجودی خود آرش یک لیستی از قسمت‌های حذف شده کتابش در اینستاگرامش گذاشته که شما تکمیل کنید کتابش رو اما باز هم مجوز خوبی گرفته مثلا نمیدونم بادی که زندگیم به چیزش بود خدا را کشته بودم یا مثلا بیلاخ دادن دو بار مثلا راحت به کار رفته من یادم یه شعری داشتم گریه میکردم و به چی زد بود خب کل شعر رو به خاطر اون مصرع روش خط کشیده بودن و گفته بودن این مثلا شعر فلانه میگم خیلی خوبه که شما ریسک میکنید این شعرها رو میفرستید و میتونید مجوز بگیرید و یه تو دهنی برای اونایی که نمیخوان شعر خوب منتشر باشن خب این مجموعه خیلی حرفه تر و کامل از مجموعه قبلی در واقع آرش سیفیه من مجموعه قبلی آرش سیفی رو خوندم مجموعه هوای بی سرنگ بی هوای هوایی بی سرنگ مجموعه متوسطی بود حالا به عنوان یک جوونی که اون زمان یه نوجوان بود و خیلی هنوز حرفه ای نبود و خیلی شراش قدیمی بود مجموعه آیندهداری بود یکی دو تا شعر خیلی خوبم توی مجموعه به چشم میخورد ولی کلیت مجموعه قبلی آرش یه مجموعه متوسط بود از این مجموعه که میخونی لذت میبری و میذاری گوشه کتاب خونه و با این مجموعه که الان چاپ کرده زمین تا آسمون فرق داشت مجموعه در واقع جدید آرش سیفی یه مجموعه بالغه یه مجموعه کامله که اصلا تو فکر یه شاعر جوون چاپ کرده آدم فکر کنی مثلا کسی که در هفتادی یعنی شاعرهایی که اون دوران کار کردن داره چاپ میکنه کشف در در این حال میگم شاعرش خوبیش اینه که به دو مسئله هم کشف در ارزش کشف و اتفاق در بیت و بند و هم در طول شعر همزمان توجه کرده یعنی بعضی از دوستان فقط به طول شعر توجه میکنن شعرشون به نظم تبدیل میشه یعنی شعرشون به یه داستان منظوم تبدیل میشه بعضی به عرض شعر تبدیل فقط توجه میکنن شعرشون میشه نشخار سبک هندی اما آرش تونسته در واقع یک تعادل بینابینی ایجاد کنه فضاها به غزل پست مدرن نزدیکه ولی خب میگم ویژگیهای های خود آرش سیفی رو داره نسبت به کتاب آقای کازمینی که در کتاب قبلی که معرفی کردم کمتر رادیکاله در چه در فرم در واقع قالب چه در زبان چه در روایت اما باز هم مجموعه خوبیه اما باز هم به زبان توجه داره و به فرم توجه داره اما نگاهش نگاه معتدل نسبت به ماجرا و از صنایع کلاسیک بیشتری بهره میبره هرچند هر دو مجموعه پر از تصاویر ناب هستن قالب ها بیشتر چارپاره و مسمته خیلی برای من جالب بود که بیشتر بچه جوان قالب چارپاره ما خب اگه یادتون باشه اصلا چرا به غزل پست مدرن میگن غزل پست مدرن یا میگن غزل پیشرو غزل متفاوت غزل امروز حالا هر اسمی با توجه که خیلی از شعراش مصنوی چهارپاره است و بخ... چند تا علت داره حالا غیر از اینکه غزل خب مطرح ترین قالب شعر فارسیه و نمیخوان بگن شعر کلاسیک مثلا پیشرو، چون کلاسیک با پیش رو بودن همخوانی نداره کلاسیک پست مدرن چون کلاسیک بودن با پست مدرن بودن هیچ ربطی نداره و قزل رو به معنی شعرهای موزون و مقفا به کار میبرن اما واقعا در واقع اکثر اشعاری که ما در دهه هفتاد می سرودیم قزل بود اکثر اشعار قزل بود واقعا و خیلی جالبه که برای من این بچه جوان اکثرا قالب های اکثر دیگه ای رو تجربه میکنن فکر میکنم علت اصلیش این باشه که چارپاره با توجه به محدودیتی که در قافیه نداره و فقط در واقع یک بار از هر قافیه استفاده میشه و اونم با بیشترین فاصله یعنی با یک بیت برعکس مصنوی که ما هر مصرع به قافیه میرسیم در واقع میتونه کمک کنه که شاعران این فضاها بیان از راست به چپ شعرشون رو بنویسن به جای اینکه مثلا چپ به راست بنویسن و قافیه اونها رو با خودش ببره یه در واقع حالا میگم ای جمله چو گفتی هنرش نیز بگو ما هنرش, هنرش, رو که این همه گفتیم حالا یه ایرادایی رو از شعر بگیم ایراد که نقد نق... هایی که حالا لازم من شاید وارد باشه مثل کتاب قبلی یه سری اصطلاحات خاصه که به نظر من در طول شعر کار کرد ازش گرفته نشده و فقط در همون مصره مونده مثل دیکتاتور بلاروس مثل لوتی قمدیده قیصرم مثلا البته که مثلا از رولر کوستر مثلا کار کرد گرفته یعنی اون شعر کلش شهر بازیه کلش در حال چرخیدن و گشتن و گیجی و آدرنالین و هیجانه اون شعر در واقع رولر کوستر ببخش من اسمو برام سخت تازه اولین بار بود تو زندگیم بهش برخوردم تو کتاب آرش سفید حال نشده بودم بس سرچ کردم کارکرد گرفته در شعر هر که کاش که برای ما قدیمی ها برای ما که حداقل یه نسل عقب یه یه زیرنویس میزد که رولر کوستر چیه چون واقعا من, من نمیدونستم رول رولر, رولر, رولر کوستر چی هست و کاش میگفت و در واقع مثلا که حالا همون ترن هوایی فکر میکنم باشه یا مثلا یکی از این وسیله هایی که در واقع 180 درجه میچرخونه خب یا مثلا بیگانه کامو که به نظر من مثلا فقط بیگانه بودن و کاموش در همون بند استفاده گرفته یه سری ایرادات تایپی داره که اونا حالا میگن باز هم میگن به عهده ناشره و مطمئنا بهش باید توی در واقع چاپ بعدی حواسش باشه یا اگر میخواد توی انگلیس چاپ کنه برای چاپ خارج از کشور که این راداری تایپی برطرف بشه مثلا الارق مثلا لام رقم هم نوشته شده که ما در فارسی وقتی میخوایم الارق بخونیم نمینویسیم مثلا بکیران فکر کنه به جای کگه خورده مثلا بدتر وسط بد و تر اسپیس خورده یه مصرف فکر کنم بود که یک عده هم که قرب پرستند و این فکر کنم مثلا اشتباه نوشته شده بود شده بود یک عده هم که قرب پرست و فکر کنم اینا کاملا مشخص بود تایپیه یه جا انگشت شست باده که شست رو با سات نوشته در در واقع شستی که ما اینجوری نشون میدیم با سینه حالا میگم در واقع شاید هم میخواست عدد ما رو به یاد سال شست و دهه شست نمیدونم شاید هر اتفاقی اعدام های دهه هر چیزی بندازه به خاطر این با ساد نوشته بود ولی میگم چون در اون در واقع مصرع مثلا خیلی باز نکرده بود قضیه رو شاید مخاطب برداشت کنه که این ایراده تایپیه نردبان که نردهبان نوشته شده بود و اینجور موارد من دوگانگی زبان نه در کار آقای کازمینی نه در کار آقای تیمونیان نه در کار آقای سیفی ندیدم واقعا بی این همی کتاب که میگم دوگانگی زبان داره یک کتاب هم نداره خیلی یک دست شعرها لحن و زبان متفاوتی دارن با هم دیگه ولی هر شعری یک یا چند راوی داره که لحن اون راوی ها در طول شعر حفظ میشه و شعر یک دست از لحاظ زبان روایی اما یک جا فقط میگه من میهمان سرزده شر ای شعر که به جای مهمان میهمان به کار میبره که به زبان اون شعر نمیخوره حالا میخواسته سرزده بودنش رو به کار اجرا کنه در شعر نمیدونم میخواسته چیکار کنه اگه هر قصدی که داشته خوب در نیمده یه جاهایی خواسته نوآوری کنه خیلی از نوآوریها ها جواب داده موفق بوده یکی دو تا نوآوری هم بوده که جواب نداده مثلا گفته ماهی بگیرید آب آلوده است خب قضیه چون آب که آلوده میشه در واقع ماهی ها میدونید که چون نمیبینن مسیرشون رو در تور مثلا گرفتار میشن این ضرور مثلا میگن از اونجا آمده حالا آب آلوده بشه برای ماهیگیری خیلی مناسب نیست منظور گلالوده بودن ها گلالوده بودن نوعی آلودگیه ولی این تغییر به نظر من به که به کشف و اتفاقی منجر بشه بلکه به نارسایی اصطلاح منجر شده یه سه تصویرهایی هم داره من دقیقا همون جوری که در مورد آرش سیفی میگم مثل در واقع آی خازمینی که شاعر اوریژینالیه شاعری که خودشه شاعری که مسیرش رو پیدا کرده زبان و لحن حالا یه هم داره که مثلا شاید شما رو به یاد مثلا خیلی از شاعرهای دیگه بندازه نسل قبل از آرش مثل یک مشت قرص حل شده در آب مثل شهر پس از جنگ مثل مصرع حتی پخش می شد درون تلویزیون که مثلا قبلا من به کار بردم یا چند تا بچه دبستانی اما من چرا اینا رو ایراد نمیگیرم برعکس خیلی از شاعرها که میام اینجا مثلا ازشون ایراد میگیرم به خاطر که توی این مصرع هایی که در واقع آرش سیفی استفاده کرده هیچ جا کشف و اتفاق خاصی نیست هیچ کشفی نیست که بگیم مختص مهدی موسویه و این الان اومده از من برداشته نه از این خبرات نیست چرا نیست به خاطر اینکه در واقع اینکه پخش میشه در تلویزیون خب هر روز داره خیلی چیزا پخش میشه درون تلویزیون حالا چینش واژگانی ممکنه در زمین ناخداگاه آرش وجود داشته وام گرفته اما واقعا چیزی نیست که مال کس دیگه باشه نمیدونم میگوسه میمونه که مثلا تو سر هم بزنیم میگیم آهو رو از من دزدیدی آهو از ابتدای تاریخ ادبیات بوده تا الانم بوده مثل اینکه مثلا بگیم, بگیم که نمیدونم چشمهایه نمیدونم سگدار رو از من دزدیدی نه به نظر من این تصاویری که گاهی از شعرهای دیگه در در واقع ما کار آرش میبینیم که خیلی هم کم شماره اصلا نه تزمینه نه حتی بخوام بگم تأثیر پذیریه چیزهایی است که با توجه فضاهای ذهنی مشابه در شعر میاد و البته که حالا مثلا میگم اون جایی که پخش میشد مثلا درون تلویزیون من بودم مثلا حالا یه ستاره ای میزنم یه اشاره میکردم من چون حتی خیلی جایی که شاعری بعد از من این کار رو کرده ولی خب بدون اطلاع همین کار رو کردیم من معمولا ستاره میزنم و این توارد رو یادآور میشم اخلاق شخصیمه که معمولا اما در مورد وزن یک در مورد نکته خاصی نداره یه نکته قافیه فقط داره که ازاداری و دینداری که در واقع ازا به علاوه دار دین به علاوه دار که قافیه کرده اون رو میگم قافیه شایگان تو کتاب های همه تون دیده میشه کتاب خودم هم هستا خودم رو اصلا در واقع مجزا نمی کنم. حافظ که بزرگ همه ماست و هیچ در حد و هاش نیستیم قبل از همه ما یک شعر داره با ردیف چشم که تمام قافی ها شایگانه اما یه جایی هست که در واقع در مورد وزن یه نکته ظریف وزنی رو به کار نبرده آرش سیفی که من چون در شعر خیلی بزرگان هم حتی میبینم این رو من تذکر میدم میگه توفاله های چایی کسی بودم که تنهایی حالا یا مثلا ادامه داره دیگه خب که تنهایی حالا چون من میگم مصرا رو یاد داشت کردم یادم نیست بقیهش چیه ببینید وقتی ما میگیم توفاله ها دیگه اون له هجای کوتاه آخر کلمه نیست که بتونه اشباع بشه و ما بخونیم توفاله ها و در واقع این کوتاه رو بلند محسوب کنیم این نکته نه فقط در شعر من در تقریبا من 90 درصد کتاب های شاعران حرفه‌ای جوان که میخونم رعایت نمیشه من خودم مثلا این ضعف رو در کتاب اینها رو فقط به خاطر شما چاپ میکنن دارم خودم هم دارم البته من تعمدن کردم ولی هیچ تعمدی حالا میگم زک زیر نویس ندارم تعمدیه ولی خب الان اگر بخوام بگم اون تعمد رو انجام نمیدم مثلا میگم جم جمه ها در واقع وسط کلمه هجای کوتاه آخر کلمه رو به بلند تبدیل میکنم در جمجمه اون مه میتونه بلند محسوب بشه اما جمجمه ها نمیتونه محسوب بشه از ما بزرگتر بزرگان مثلا اساتید ما محمدلی بهمنی هم حتی این کارو کرده میگه کجا را زدند صدا آن چنان زلزله وار بود که انگار دلهای ما را زدند چرا خون به گهوار پاشیده است چه میدانم اینجا چرا را زدن میگه زلزلهوار بود در صورتی که زلزلهوار وار دیگه چون یه وار بهش اضافه شده اون لرگ هجه کوتاه آخر کلمه نیست که با اشتباه ما به بلند تبدیل کنیم هر چند مثل آقای بهمنی هم چون میخواد زلزله رو اجرا کنه شاید مثلا اون ایده که من تو ذهنم بوده مثلا جمجمه و اون مثلا حالت تکون خوردنش مثلا خاصه تعمدی داشته باشه اما من کلا میگم خیلی ذهنم کلاسیکه تو این زمینه ها و مجاز نمیدونم یه چیز جالب میخوام در مورد کتاب آرش سیفی بگم آرش من همیشه این ایده رو داشتم در بعضی از کتابهام هم, هم با شیطنت های ایده را اجرا کردم اما به علت اینکه خب حالا کتابام داخل ایران با مشکلاتی چاپ میشد و شعرها معمولا با حذویات مثلا 40 تا شعر از کتابم حذف میشد و اون فرم کلی رو نمیشد در کتاب ایجاد کرد یعنی من مثلا میخواستم کتاب یه ترتیب خاصی شعرها داشته باشه به هم ارجاع داشته باشن شعرها بعد این مثلا 40 تا شعر میومد بیرون و اون فرم خراب میشد حالا آرش اومده با تصاویری که در کتاب تکرار میشه در شعرها بین شعرهای مختلف کتاب هم یک فرم ایجاد کرده حالا زیاد هستن من چند تاش برای نمونه میگم که خودتون به دنبالش مثلا تنها, تنها صدا صدای خودم بود اینکه صدا در قار در کوه تنها صدا صدای خودت باشه که میرو برمیگرده همون چیزی که اخوان توی شعر معروفش میگه مرا دیگر امید رستگاری نیست که بعد توی قار میپیچه و میگه آری نیست آری نیست این تصویر در چند شعر در واقع آرش به چشم میخوره که این تنها صدایی که صدای خودشه و این شعرها رو به هم مربوط میکنه یا در دو شعر مختلف به شکاف حالا لایه های اوزون نمیدونم حالا منظورش چی بوده چون لایه اوزون یه دونه است ولی مثلا میاد میگه لایه های اوزون شاید میگم حالا قضیه فیزیکی داره که من اطلاع ندارم حالا این شکاف لایه های اوزون در دو شعر مختلف تکرار میشه و این شعرها به هم مرتبط میشن یا تصویر همون قرص حل شده در آب در دو شعر مختلف دقیقا به یک شکل تکرار میشه اینها این ارتباط ها جالبه حالا من فرصت نداشتم بشینم بررسی کنم که ببینم این فرم کلی کتاب چقدر موفق بوده و چقدر کار کرد کشیده ازش ولی بالاخره برام جالب بود که شاعری به این موضوع توجه کرده که علاوه بر اینکه در یک شعر سطرها، مصرعها، بیتها با هم ارتباط داشته باشن و فرم داشته باشن خود شعرها هم به عنوان یک موجود بزرگتر به عنوان یک پیکره بزرگتر دارای فرم باشن علاوه بر همه اینها خیلی جالبه آرش سیفی که به مثلا فضاهای غزل پست مدرن میپردازه و فضاهایی میپردازه پر از ازدهام تصاویر بازی زبانی و خیلی در واقع کارهای نوآوری ها مشغوله از اتفاق در بیت هم میگم شرش آری و خالی نیست که نکته های جالب شعر آرش سیفی باشه که باعث میشه هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص به سمتش بیان مثلا در واقع مصرع هایی مثل این مصرع هر کس که زنده بود به هر کس که زنده بود به مردن امید داشت در واقع هایی که وسط خود اون شعر جواب میده اما به تنهایی هم تو رو به فکر فرو میبره کشف داره اتفاق داره خب مرسی از شما که همراه ما بودید این ستا در واقع کتاب رو معرفی کردم کتاب های خوبی بود که امیدوارم بخونیدشون و نظر شما رو داشته باشم اما در مورد فیلم من در مورد فیلم میخوام یک کارگردانی رو به شما معرفی کنم امروز که یک مقداری در واقع در حقش ظلم شده حالا این کارگردان چه اسمش فرانسویه من نمیدونم و چندین جا من سرچ زیادی کردم که منابع فارسی که اسمش رو چگونه مثلا ذکر کردن اسمهای مختلفی ذکر شده مثلا کوئنتین دوپیه کوئنتین دوپیو کانتن دوپیو حالا با توجه به اینکه تلفظ انگلیسی چطوره فرانسوی چطوره و فارسی شدهش چجوریه میشه تلفظهای مختلفی کرد این کارگردان در واقع یک آهنگساز خیلی مهمه ولی خب علاوه بر آهنگسازی دیجی هم هست و چند تا آلبوم موسیقی داره اما من بیشتر از اینکه موسیقی رو دوست داشته باشم من خیلی مخاطب موسیقی الکترونیک اصلا یعنی نیستم خیلی که چه ارز کنم اما در واقع فیلم بسیار جالب و پیشرویی داره که جدیدترین فیلمش امسال در جشنواره کن نمایش داده شد من فیلماشو گشتم در اینترنت فیلمایی که شما میتونید برای دانلود گیر بیارید و زیرنویس فارسیش هم موجوده در اینترنت چهار تا فیلمش هست یعنی یه سری فیلماش که باورتون نمیشه حتی بازی نویس انگلیسیش هم در اینترنت وجود نداره خیلی متع... واقعا تاسف آوره چهار تا فیلمش ولی میتونید گیر بیارید رابر R U دبل بی آر به معنی لاستیک که یکی از اولین فیلماشه که با این فیلم خیلی مطرح شد فیلم رانگ یا اشتباه که یکی از به نظر من بهترین فیلمشه واقعا یکی از فیلمهای بسیار متفاوت و جالبشه فیلم رانگ در واقع یه فیلم پست مدرنه به نظر من یک فیلم کاملا پست مدرن یه فیلم دیگه ای داره که توی فیلماش آم فیلمشه به نام رانگ کاپس حالا اینجا میشه پلیس های اشتباهی دیگه معنی نکرد پلیس های عوضی پلیس های مثلا حالا کلمات رکیک حتی به کار برد اما رانگ کاپس حالا پلیس های اشتباهی هم من دیدم در اینترنت ترجمه کردن اما رانگ به معنی اشتباه و کاپس هم که به معنی پلیس این فیلم هم گیر میاد در اینترنت و جدیدترین فیلمی که در اینترنت گیر میاد ازش و زیرنویسش هم هست فیلمی هست به نام رالیتی که این فیلم هم جزو فیلم های خیلی خوبشه به نظر جزو آثار پست مدرنشه این رالیتی فقط زیرنویسش رو گیر آوردن یکم مشکله چون در سایت هایی که زیرنویسش رو گذاشتن متاسفانه اشتباهاً، زیرنویس یک آلیتی دیگه که دو سال بعد از اون ساخته شده و ساخته فکر میکنم کشور ایتالیاس نه فرانسه رو در واقع گذاشتن ولی پیشنهاد میکنم هر چهار فیلم رو ببینید فیلم هایی هستن که ارزش دیدن داره به در واقع آقای کانتن دوپیو یا کونتین دوپیو خیلی ها در واقع موسیو اویزو موسیو اوزو هم میگن به خاطر اینکه اسم در واقع حالا بعضی حتی مستر اوزو میگن این اسم در واقع هنریشه اسم موزیکیشه در واقع اگر شما خیلی جالبه که خیلی فیلماشو ببینید کارگردان رو به نام کوینتین دوپیو می نویسه ولی موزیک رو در واقع به اسم موسی و اوزو می نویسه که حالا اونم اسمی که خود ساخته است و یک اسم هنریه من درباره فیلم ها توضیح نمیدم بدون پیش زمینه بدید نکته جالب اینه که این چهار تا فیلم با وجودی که فیلمایی هستن که سه تا شده فضای خیلی پست مدرنن اصلا شبیه هم نیستن و خیلی برای من جالبه که این آدم که کار اصلیش موزیکه خودش رو در سینما تکرار نمیکنه و بسیار خلاقه البته حالا میگم همه ایبه می... میگم خوبیای میگفتی حالا ای بگو این در واقع فیلم های دوپیو یه نکته که داره از لحاظ جلوه های بسری فیلم های خیلی قوی نیستن یعنی فیلم هاش پر از حجب پر از شکستگی واقعیت زمان حقیقت رو به چالش گرشیدن و بسیاری نکته های دیگر پر از بحث های فلسفی اما برای یعنی شما که اگه مخاطب ادبیات هستید میتونه کلی ایده بده اما کسی که اهل سینماست برای دیدن تصویر میره برای دیدن در واقع نمایش تصویری میره ممکنه اونقدر که ما از فیلم لذت میبریم لذت نبره چون فیلم میگم بیشتر خلاقانه است بیشتر فلسفیه بیشتر دیوونواره و حجبه بسیار بسیار سنگینی داره و در واقع اه، اه، کارگردان آخرین چیزی که براش اهمیت داشته گرفتن قابهای زیبا و ریتم و اینجور چیزها بوده حتی بعضی از جاها تعمدن های احمقانه میزنه که ممکنه دل یک مخاطب کلاسیک سینما نه یا مخاطب روز سینما رو به درد بیاره خب امیدوارم مفید بوده باشه صحبت های من امروز خیلی خوشحالم که تونستم یک هفته دیگه در خدمت شما باشم و باعث افتخارم بود این هفته مهمان نداشتیم گفتم که چون خیلی کتاب جمع شده خیلی کتاب جمع شده و باید یه جوری میگم هفته حدود ده تا یازده تا کتاب به توانا میرسه و من دیگه میبینید که کلشم که معرفی میکنم سه تا رو میتونم معرفی کنم حد اکثر چهار تا رو بتونم معرفی کنم و همینجوری هی عقب میفتم و کتاب های بیشتری جمع میشه باید یه حالا کاری بکنیم باید یه مثلا ده دوازده تا از کتاب ها رو تو یه جلسه به صورت تراکتوری معرفی کنیم و بریم جلو حالا یه مدت خیلی خلاصه در حد چند خط که برسیم واقعا نمیشه موفق باشیم شبتون بخیر باشه تا هفته بعد سهشنبه رأس ساعت 22.30 دقیقه به وقت تهران